زنان و مردان شریف ایران زمین درود بر شما در خدمت شما هستیم با دو موضوع مهم و تحلیلی خبری که قرار است دنیا را تکان دهد اختلال در شبکه بیسیم پایتخت و یک ترور خامنه ای وقیهانه دخالت خود را در تمام امور مملکت تایید کرد قبل از پرداختن به مشروع این اخبار از شما یاران کانال می خواهیم لطفا همین الان ویدیو رو لایک کنید و در آخر برنامه نظر خودتون رو به فارسی و انگلیسی برای ما کامنت کنید. مردم شریف ایران، افکاری خبری که قرار است دنیا را تکان دهد اختلال در شبکه بیسیم پایتخت و یک ترور بر اساس اخبار رسیده شبکه مخفی و رمزگذاری بیسیم تهران از روز گذشته گرفتار اختلالات بی سابقه ای شده که در پی آن شبکه امنیتی پایتخت در ساعات معینی از کار افتاده این اتفاق باعث به همریختگی و آشفتگی در محافظت از اماکن امنیتی و فوق محافظت شده ی تهران شده همزمان ارتباط مخابراتی ثابت و سیار در بخشهایی از مناطق تهران دارای اختلال برای برخی از مشتریان خانگی و تجاری شده است. طبق گزارش رسانه های داخل ایران علت اختلال وقوع آتشسوزی در یکی از حسچه های ارتباطی مخابرات تهران اعلام شده است. شرکت ارتباطات زیرساخت هم درباره علت این اختلال اعلام کرد که این موضوع در حال بررسی است. کانال اخبار محرمانه در طی مطلبی مدعی شد به زودی خبری خواهید شنید که دنیا را تکان خواهد داد. این کانال اعلام کرد در روزهای گذشته در کابینه جنگ اسرائیل تصمیمی گرفته شده که اوضاع خاور را تغییر خواهد داد. اسرائیل قرار است کاری را انجام دهد که قبلا به انجام آن علاقه ای نداشت. این کانال با اشاره به آخرین اظهارات نتانیاهو که شخص خامنه ای را در تهران خطاب قرار داده بود، تاکید کرده که ارتش اسرائیل در پی زدن بیت رهبری یا همان سر مار در قلب تهران است. نتانیاهو گفته بود نصرالله در بیروت و خامنه ای در تهران بدانند که حمله امروز اشتباه بود و زودی تقاس پس میدهند. نصرالله به بیروت و خامنه ای به تهران تخیم لادت که زو صاد نصف بدرخ لشنات ات مצב و צפון و להגירתו و ואני חוזר ואומר זה לא סוף פסוק. نیروهای سایبری ارتش اسرائیل با همکاری جاسوسان موساد در حال تست از کار انداختن شبکه دفاع هوایی و نیز چتر امنیتی تهران هستند تا عملیاتی شبیه کشته شدن هنیه را ولی به مراتب پیچیده تر انجام دهند عملیاتی که قرار است کل خاور میانه را از شهر رهبر جمهوری اسلامی و مزدورانش خلاص کند گفته شده ارتش اسرائیل به دلیل اقدام به موقع موساد یک ساعت قبل از عملیات اربعین حزب الله تمام سکوهای موشکی و بالستیک این گروه را در کسری از ثانیه به تلی از خاک تبدیل کرد. ولی نتانیاهو در جلسه کابینه جنگ به این نتیجه رسید که اگر این عملیات با موفقیت انجام شده بود، فاجعهی بدتر از اکتبر سال گذشته به وقوع می پیوست و هزاران اسرائیلی کشته می شدند. از همین جا بود که دستور حمله مستقیم به شخصی که دشمن خونی اسرائیل است از سوی کابینه صادر شد. نفتالی بنت نخست وزیر پیشین اسرائیل نیز از حمله مستقیم به بیت رهبری دفاع کرده و گفته اشتباه استراتژیک اسرائیل در سی سال گذشته این بوده که ما همیشه با بازوهای اختاپوس می جنگیدیم اما به ندرت به سر ایرانی آن ضربه زده ایم. او افسود دشمن ما جمهوری اسلامی است نه مردم فوقلاده ای ایران. رژیم جمهوری اسلامی مرا به یاد رژیم شوروی در سال 1985 می اندازد. تا دندان فاسد، پیر، نالایق، مورد تحقیر مردم خود و با فرجام محتوم فروپاشی و هر زودتر بهتر. رئیس موساد چند ماه پیش و قبل از قتل هنیه اعلام کرده بود که جمهوری اسلامی در بدترین و شکننده ترین موقعیت برای حفاظت از خود در مقابل حملات برقاسای اسرائیل است. سه سال پس از هشدار علی یونسی وزیر سابق اطلاعات درباره اینکه مسئولان جمهوری اسلامی باید نگران جان خود باشند، بزرگترین رسوایی امنیتی رخ داد و اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس در تهران ترور شد. این ترور به مراتب رسوایی امنیتی گسترده ای از ترور افرادی چون محسن فخری زاده و حتی قاسم سلیمانی است. چرا که سلیمانی در خارج از ایران ترور شد و او در داخل ایران همچنین بعد سیاسی ترور هنیه به مراتب گسترده تر از ترور محسن فخریزاده است و از سوی دیگر او یک مقام خارجی در محور مقاومت بود و ترورش در ایران به عنوان مهمان به مراتب رسوایی بیشتری از ترور یک مقام خود جمهوری اسلامی دارد. یکی از زمینهای های نفوذ در جمهوری اسلامی سپاه حفاظت انصار و همچنین سپاه حفاظت ولی امر است که حفاظت از علی خامنه ای و دیگر مقامات جمهوری اسلامی را بر عهده دارد. در سالیان گذشته تعدادی از اعضای این سپاه ها و محافظان مقامات به کشورهای غربی پناهنده شده اند و بسیاری از اطلاعات آنها لو رفت است. پس از برکناری ابراهیم جباری فرمانده حفاظت ولی امر در سال 1401 موضوع هشدار وزیر سابق اطلاعات درباره ترور مقامات جمهوری اسلامی بار دیگر مطرح شد و این برکناری به حراس از ترور علی خامنه ای تعبیر شد. خامنه ای دخالت خود را در تمام امور مملکت تایید کرد. رهبر جمهوری اسلامی در دیدار با اعضای دولت چهاردهم اظهارات مسعود پزشکیان مبنی بر هماهنگی اعضای کابینه چهاردهم با او را تایید کرد و گفت او برخی از این افراد را تایید و درباره حضور برخی تأکید کرده است رهبر جمهوری اسلامی در دیدار با مسعود پزشکیان رئیس جمهور و اعضای دولت چهاردهم گفت رئیس جمهور برای انتخاب وزیران با من مشورت کردند برخی را تایید و برخی را هم تأکید کردم تعداد زیادی را هم نمیشناختم و نظری نداشتم آقای رئیس جمهور تو این زمینه خیلی پرکار و با تلاش وارد شدند برای انتخاب وزیرانی که باید با ایشون همه کاری کنند، با بنده هم مشورت کردند و من خب بعضی از افرادی که تعدادی رو که میشناختم یا صلاحیت اونا از طرق مورد وسوق به ما رسیده بود اینا رو تایید کردم بعضی رو هم تاکید کردم تعداد بیشتری رو هم نمیشناختم گفتم نظری نسبت به اونها ندارم خب به الله ایشون تونستن انتخاب رو انجام بدن و مجلس رو هم قانع کنند و این موفقیت بزرگی بود به خدا رو سپاس میکنم او بدون اشاره به تاکیدات مکرر پزشکان در صحن علنی مبنی بر موافقت رهبر جمهوری اسلامی با کابینه و ضرورت رأی دادن مجلس به فهرست یاد شده که به عنوان عامل اصلی رأی اعتماد مجلس به کل فهرست وزرا تعبیر شد از خداوند به خاطر موفقیت رئیس جمهور در کسب نظر موافق نمایندگان مجلس سپاسگزاری کرد مسئول پزشکیان در روز رأی اعتماد در صحن علنی مجلس درباره هماهنگی وزرای پیشنهادی خود با خامنه ای گفته بود که عباس صالحی وزیر فعلی ارشاد با تلفن خامنه ای حاضر به قرار داده شدن نامش در فهرست کابینه شد. عباس عراقچی وزیر خارجه اولین فرد پیشنهادی مورد تایید او بود و خود خامنه ای گفت که فرزانه صادق به عنوان وزیر راه در کابینه قرار بگیرد. این اظهارات با جنجال بسیاری در فضای مجازی فارسی زبان روبرو شد. مخالفان از مرگ جمهوریت در ایران نوشتند و برخی دیگر از دولت چهاردهم به عنوان انتصابی ترین کابینه تاریخ جمهوری اسلامی نام بردند. خامنه ای در بخش دیگری از سخنان روز سشنبش همچنین از اعضای کابینه خواست در انتخاب همکاران خود از افراد جوان، مؤمن، انقلابی و متعهد و پرانگیزه استفاده کنند که برای تربیت نسل بعدی مدیریت کشور نیز دارای اهمیت است. او در عین حال به تبلیغات انتخاباتی پزشکیان مبنی بر رجوع به کارشناسان اشاره و این موضوع را تایید کرد اما از او خواست به کارشناسی که دنبال نسخه های نسخ شده خارجی باشد مراجعه نکند روزنامه کیهان و حسین شریعت مداری نماینده علی خامنه در مؤسسه کیهان که پیشتر از مسعود پزشکیان برای هزینه کردن از نام رهبر جمهوری اسلامی ایران درباره کابینه خود انتقاد کرده بود امروز نیز درباره استفاده از برخی افراد که آنها را زاویه معرفی کرده در بدنی وزارتخانه ها هشدار دادند. یاران و همراهان عزیز و گرانقدر به پایان این برنامه خبری تحلیلی از آوای ایران رسیدیم. به یاد داشته باشید که لایک ها و کامنت های شما همواره در این مسیر سخت یاریگر ماست. پاینده ایران